سفر شما به پاکستان در میان کشیدگی های روان بین واشنگتن و اسلام آباد صورت گرفت که ایالات متحده ادعا می کنه پاکستان به از بین بردن گروه های دهشت افغان تمایل نداره پس از سفر شما به وزیرستان شمالی آیا متقاعد شدین که پاکستان تمام تلاش خود به منظور از بین بردن گروه های دهشت افغان به خرچ می ته؟ واضح است که شبکه حقانی هنوز هم بسیار مؤثرانه فعالیت می کند که مشکلات زیاد را بر افغانستان ایجاد می کند. باید بگویم که موفقیت های زیاد در وزیرستان وجود داشت. با آنکه اردوی پاکستان حدود 6 هزار کشته و 16 هزار زخمی داشت. فکر می کنم که گام مهمی بود که برداشته شده است. موضوع شبکه حقانی و روابط آن با آیسای تا هنوز هم وجود دارد. ما باور دارم که رهبری نظامی پاکستان علاقمند پیشرفت است. ای که آیا واقعا ای کار را می یا خیر در آینده خواهم دید اما این به سود افغانستان است که شاید بهبودی اوضا و رابط خوب با پاکستان باشد مخصوصا به ایالات متحده است به خاطر که ما هم میدونیم که پاکستان یک ذخیره سلاح اتمی دارد که اگر به دست افراد غیر مسئول بفته تمام منطقه را بی‌ثبات خواهد ساخت سرتاج عزیز سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان پذیرفت که رهبران طالبان در او کشور زندگی می کنند و قسمی که خبردارین در تازه ترین حمله انتحاری در کابل سی منصوب پلیس کشته شد یک تن از بینندگان ما پرسیده که چرا ایالات متحده با وجود اعتراف سرتاج عزیز اقدام جدی برای اعمال فشار بر پاکستان نمیگیره تا در روند صلح افغانستان همکاری کنه Well, نمیدونم چه نوه عمل شدید را از ما میخواین که انجام بتیم yeah, but... پاکستان یک کشور مستقل است مساعدت های پولی را کاهش دادیم تصمیم که از طرف گرفته شد می گفتن که رئیس جمهور باید تصدیق کنه که گام های علیه شبکه حقانی برداشته شده است این عمل انجام دادیم پول تمیلی برای خریداری جت های جنگی اف 16 در حالت تعلیق قرار داره فراموش نکنیم که پاکستان یک کشور دارای سلاح اتمی است که اگر ذخایر از او به دست افراد غیر مسئول بفته برای تمام جهان مشکل ایجاد میکنه ما باور دارم که پاکستانی ها در ساحاتی که ما از اونا میخواهیم به پیشرفت های دست یافتن. آنان با محبوبیت نرندرا مودی صدر اعظم هند احساس می کنند در انزوا قرار گرفتند قطع کمک های اقتصادی عدم دستیابی با پول خریداری تیاره های اف 16 اقدامات است که ما انجام دادیم بگو های به گوش میرسه که گویا پاکستان در حالت انزوا قرار گرفته و جهان به ویژه ایالات متحده او کشور منظوی ساخته اگر حقیقت داره چرا؟ اگر همچو حرف نیست چگونه افغانستان قانی خواد ساخت پاکستان؟ Well, uh, that... نمیدانم که آیا در موقف که پاکستان قرار گرفته میشه او را انزوا گفت یا نه اما مطمئن استم که پاکستانی ها تأثیرات عدم تمویل جت های F-16 کاهش مساعدت های اقتصادی و ظهور صدر ازم را مدی را من یک رهبر قابل ملاحظه در جهان حس کردن. اما این به ایالات متحده نیست که پاکستان من حیث دشمن خود بشماره. چین نقش مهم در پاکستان بازی میکنه. بیجنگ احتمالاً 47 میلیارد دلار در عرصه انکشاف پاکستان وعده داده. ای که واقع داره یا نه نمیدونیم. فکر نمی کنم که پاکستان در یک انزوای کلی قرار گرفته باشه. وظیفه ما باید از بین بردن گروه های افغان، باید تلاش برای از بین بردن گروه های افغان ویژه شبکه حقانی باشد همچنان یک شریک را برای افغانستان پاکستان و ایالات متحده داشته باشیم با توجه به اظهارات زلمه خلیلزاد در مجلس استماعی کانگریس ایالات متحده که گفت حکومت امریکا اگر می خواهد شورشگرایی را در سراسر جهان شکست دهد می باید با ریشه های آن در پاکستان مبارزه کند و نظر شما آیا احساسات ضد پاکستانی در کانگریس ایالات متحده در حال شکل گیری است؟ I think we all know. ما همه می دونیم که شبکه حقانی و دیگر گروه های دهشت افغان در پاکستان فعالیت دارند. ما همچنان باید بدانیم که پاکستان حدود 6 سرباز دلیر خود از دست داده. وزیرستان از حضور شبکه های دهشت افغان پاک ساخته و خواستار گفت و شنود با افغانستان و دیگران است. چیزی که من میگم این است که برایشان گفته شود که ما از اونا چی میخواهیم و اگر ما با او اهداف برسیم او صورت باید گفت و شنود و صحبت های بیشتر با اونا داشته باشیم. شما نمیتونین اونا را در انزوا قرار بدین. اگر غرب با اونا کشورهای دیگه چین میان و اونا را کمک سناتور، سناتور، خط دیورند همیشه موضوع جنجال برانگیز در میان افغانستان و پاکستان بوده. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در سفر اخیرتان شما از موقف پاکستان در شناسایی خط دیورند حمایت کردین. آیا تایید نه. نه ما باور دارم که یک مسئله در از میان دو کشور است از سالهای متمادی به ایسو جریان داره باور ما است که این مسئله از طریق گفتگو و مذاکره بین دو کشور و راجع ساختن آن به حکمیت بین المللی حل و فصل شود رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در نشست کشورهای عضو ناتو در وارسا شدیدا از پاکستان انتقاد کرد در عوض پاکستان های رئیس جمهور غنی را رد کرد با توجه به کشیدگی که میان دو کشور همسایه ایجاد شده آیا به نظر شما این فضا نگران کننده بوده و میتونه به وضعیت بیشتر از جنگ لفظی مبدل شود آیا شما نگرانی دارین ما در دا مورد روابط بین افغانستان و پاکستان بسیار نگران هستم اما حکومت افغانستان حکومت پاکستان و حکومت امریکا باید اساسات جنگی را بدونن که وقت دشمن پناهگاهی داره مثل بعضی از این شبکه ها که در پاکستان دارن شما موفق نمیشید. شما جنگ نمیبرین بنان ما مذاکرات و گفت و شنود بین طرفین ترغیب میکنم نه تقبیه کردن علنی یکدیگر هر کس از اوضاع آگاهی داره اما ما باور دارم که برای پاکستان بسیار مهم است که نشان بده که تلاش هایش نتیجه میده ما باور دارم که باید برشان فرصت داده شود که, که کارا بکنن به عوض تقبیه کردن تا چی مدته برای چی مدته؟ چرا شما می خواهید کونو برای همیشه پایگاه مسون داشته باشد؟ می خواهید که مذاکرات خاتمه بیفه؟ خب، شبکه کنی برای همیشه پایگاه مسئون در پاکستان می داشته باشد. پاکستان ذخیره بزرگ سلاح هسته ای خود داشت. چین تاثیر و نفوذ بیشتر و بیشتر بر پاکستان خود داشت. همین شما می خواهید؟ درست است. اما این چیزی نیست که من می خواهید.